امروز قبل از اون که مثلا شاید 20 دقیقه آخر بذاریم مثلا حلقه های مثلا یه سوالی داریم just to go over حلقه ها دیگه کنم همه بلدن کم و بیش پس قسمت آخر میذاریم رو سوالایی که اگه داشته باشیم برای پسخ آماده شدن برای پسخ ولی میدونیم که فلسفه اصلی پسخ برای چیه اصلا تمام مراسم all these preparations etc خینوخ میفرماید که میشورچه میتوازو کیو یسود گدول و عمود خزق به توراتن و امونتن میفرماید که خینوخ که میدونیم راجع به همه میتوای تورا یک فلسفه منطقی میده میفرماید که پسخ هدف از تمام این جشن و این تدارکات و همه اینا چیه؟ امونا به حق و دوش برخوه ایمان به خداوند چون کسی که به پسخ اعتقاد داره obviously believe داره به چی؟ اعتقاد داره به خیدوش عالم که حق و دوش برخوه دنیا را آفریده خداوند این امر مسلم بود واسه نوع بشر تا وقتی که میدونیم مصر اومد و مصر البته میگیم شروع میکنه از نیمرود اینا شروع میشه حالا راجبش امروز راجب داستانه نیمرود میخواییم صحبت کنیم ولی باید بدونیم که تو گمارا میفرماید که معصه آواد سیمان لبانیم هر اتفاقی که واسه پدران ما اتفاق افتاد یک الگویی بود واسه بچه هاشون همونطوری که میدونیم تو تورا میخونیم که ابراهیم آوین آلا باشالام اومد و همینجور که امروز تعریفش رو میکنیم اعتقاد پیدا کرد به یک خدای یگانه و تمام اون دوره باش مخالف بودن و کافر بودن بعد ابراهیم آوین آش خداوند از چقدر از امتحانه مختلف میکنه میفرستش به مصر و واسهش معجزات میکنه از مصر با ثروت زیاد میاد بیرون همین جریانات بعدن سر بچه هاش اتفاق میفته که اسرائیل ها میرن به مصر مشربون آده باشارمی که باید به پرعو به جنگه و بحث فلسفی بکنه که آیا امونا وجود آیا این دنیا همین جوری به وجود اومده یا آفریدگاری وجود داره That was the whole thing بین مشه و پرعو که نهایتاً قدوش برخو میاد و واسه یک مرتبه در تاریخ تمام طبیعت رو به هم میزنه که ثابت بکنه به پرعو و به نوع بشر و به اسرائیل که آفریدگار خداونده و بعدش هم اسرائیل مثل ابراهیم آوینو که با ثروت از مصر خارج شد بعد از اون به صدای یسرونی که سرش میاد مثلا ابراهیم آوین بعد با ثروت خارج شد اسرائیل هم دقیقا همونجوری میشه که از مصر خارج میشن با ثروت بزرگ و بعد تورا رو میگیرن مثلا ولی بعد دیدیم که تمام این داستان ها روی یک محور میچرخی اموناست امونا به خدا بند آیا خدایی وجود داره که این دنیا را آفریده یا نه That's very simple Very very simple اگه خدایی وجود داره اون وقت میدید سر قبولت تورا تورا را قبول کردن اتصال. ولی اون پله اول چیه و بارها گفتیم تمام 613 فرمان هم برمیگرده روی میتسوا صدیق به امونا توی خیه آدم امونا داره یا نداره That's it این بحث ابراهام با نیمرود داره تو گیلگول قبلش بعدش مشربنو همین بحث با پرعو داره و این میدونیم این مبارزه فلسفیه که از اول آفرینش از اوایل آفرینش درست تر بگم به وجود اومده و تا آمدن مشیخ هم ادامه خواهد داشت الان هم نمیدونم تو اخبار چی بود میدونم این there is American atheists چیزای کافر هستن میخوان بیلبورد بذارن تو جاهایی که آدمای مذهبی هستن میخوان میرم چه اسرائیلای مذهبی چه مسیحی‌ها چه مسلمونا میخوان بیلبوردهای بزرگ بذارن که you know it's a myth نمیدونم if you follow the news صحبتش هست تو ویلیامزبورگ نذاشتن بذارن تو نیویورک ولی تو LA probably they are going to put it there is ببینیم این میدونین این چیزی که کفر یا اعتقاد و میدونیم این که تو تورا میفرماید قبل از پریم صحبت میکردیم که میفرماید که ملخما لهشم به عمالق که خداوند با عمالق جنگ داره دور تا ابدالآباد جنگ خواهد داشت با عمالق مفارشه میپرسن علی شیخ حقادوش میگه این عمالق بلا نسبت چه سگیه که خداوند نمیتونه در یک لحظه تباهش بکنه
چرا بعد خداوند یک جنگ ابدیه؟ سوالشیخ توضیح میده، میگه که ببین این عمالق یک قوم به خصوص نیست، عمالق یک طرز فکر، یک فلسفه است. آیا و این بدونین باید وجود داشته باشه. اگر میدونین اگه امکان کفر نباشه، آدم هیچ پوانی برای ایمان آوردن نمیگیره. واسه این you always gonna have a عمالق. We have کسایی که they're gonna say you know it's a myth. نه هم چیزی وجود نه این همش حرفه با بوده و چه خدایی خاص بخواهید چه آفرینش. You are gonna have تو خود توره نمیگه ملخامال هشم به عماله می دور دور. عماله چی میگه؟ عماله میگه هشم قارخا با درخ، میگه همه چی اتفاقه. عماله میگه چی؟ نه اتفاقی، آره اتفاقی ایفولوشن، اتفاقا میوتیشن شده، اتفاقا نیجو همه اتفاق. چرا؟ و بارها با صحبت کردیم کس که نمیخواد اعتقاد داشته باشه به خداوند فقط و فقط به خاطر یسران است، به خاطر اینکه نمیخواد برای خودش محدودیت قائل بشه، میخواد برای انسان مثل حیوان زندگی بکنه. This is what it is, right? So این میدونین این یتیات میتراین تمام ضربایی که سر پرعو میاد، پرعو این همش یه چیز خارجی نیست. This is for now and الان هر کسی آدم میتونه تو زندگیش دو تا عینک و انتخاب خودش. It's we have free choice on that. که آدم چه عینکی رو به چشمش بزنه، عینک ایمان و اعتقاد یا عینک کفر. This is این عمالق، یا آدم راه عمالق میره یا راهش ملخمال هشم با عمالق. حالا میدراشه خیلی جالبی هست که I thought maybe to share with you، چون همینه شروع میشه از ابراهیم آوینه، همیشه دیدیم شب چیز هم میگیم شب پسخ میگیم میتخیلا عبده عبودازارا، ابتدای هگاداش پسخ از ابراهیم شروع میشه. Because this is where it started all. همش از روی شروع شد. و میفهمیم که چی؟ So بنابراین همجور گفتیم ابراهام و مبارزه ای که تو دنیا میکنه برای ایمان و ابراهام میدونیم ایوری خونده شده. ابراهام اینو ایوری یعنی چی؟ فقط منظور ابری یعنی چی؟ ابری. What's a big deal? همه دنیایی. Yeah, exactly. ابراهام یک ایور به ابری میشه سمت. یعنی ابراهام اینو باز یک سمت دنیا بود، بقیه دنیا هم طرف بودن. ابراهیم آوینو اولین کسی بود تو دنیا که با عقل سلیم خودش اومد به این امر اعتقاد آورد که این دنیا آفریدگار داره. آدم ریشون نمیدونست، آدم ریشون یه تیر کباب شد عقادش برو خوب بود، ولی کم کم همش که رمباب توضیح میده دورها کم کم اومد از هشم دور شدن و شروع کردن بت‌پرستی و چیزهای دیگه. ابراهیم آوینو بود که بعد از اون نزول کیسو ابراهام ایوری ایور یعنی سمت. ابراهام کی بود؟ اولین کسی بود که اومد به دنیا خداپرستی معرفی کرد. و این داستانش خیلی خیلی جالبه. تو میدراش من شخص میدراش رو ندیده بودم، تو میدراش میفهمید که وقتی نیمرود، مثلا کلمه نیمرود از مریدا میاد، نیمرود اولین کسی بود که تمرد کرد بر علیه الهیت، بر علیه خداوند. مثلا اسمشه نیمرود. متاسفانه حالا باید تو اسرائیل بعضی ها اسم بچه هاشون نیمرود میذارن. نیمرود از مریدا میاد. تمرد. سو این کسی بود که تمرد کرد، یعنی از زمان نیمرود بت پرستی و اینو کفر شروع شد. anyway تو میدراش میفهمید که این نیمرود یک چیزی داشت، یکی از سران دربارش اسمش ترخ بود. ترخ کی بود؟ پدر ابراهام. و میفهمین که و تو میدراش میفهمید که همون شبی که ابراهام متولد میشد، راو خخمه نیمرود چه کخاف گادول یوتسه این مزرخ، اینا تو چیز دیدن خخامیمش که یک ستاره از شرق طلوع خواهد کرد، او بله اربعا کخافیم که میاد و میبلعه چهار تا ستاره را از اطراف دنیا و میان بهش میگن به نیمرود راید بلای گفتن ببین این بچه، میدونی این بچه وزیر دربار، بچه ترخه، ما تو خونه این بودیم و این دیشب واسش پسر متولد شده، بدون این پسری که برای ترخ متولد شده که ابراهام هست، این همه دنیا را انقلاب خواهد کرد. تو میدراش میفرماید و بهش هم میگم ببین بیا یه پول هنگفتی به این ترخ بده و بچه‌ش از بگیر بخوش، بچه‌شو بکش، این بچه اگه نکشیش این
این خواب ما، این کلمه چیز ما دیدیم، این ردخور نداره. This is prophecy. So نیمرود چیز میکنه، نیمرود از ایده اینا چیز میشه، قبول میکنه و میاد و به ترخ میگه ببین این بچه مثلا بچه اومده، بچه که بوده به من و من بهش چی میگه؟ میگه I'm gonna give you که پیتسوی بایت ماله کسه رضا من یه قصر پر از طلا و جوار و نقره به چیز میدم. سو ترخ میگه که میگه علا حضرت ها جان فدا هرچی شما بگین I'm gonna do. بعد میگه که رعیت میگه که و میگه ولی قبل از که من حرف شما رو اجرا کنم ترخ زرنگ به نیمرود میگه که میگه ببین دیشب یه نفر اومد به من یک پیشنهاد بیزنسی کرد، من گفتم من هر کاری میکنم بعد از اعلیحضرت بپرسم. So I wanna ask you what should I do. میگه چی بوده؟ میگه آره، میگه نفر اومد به من گفت که من بهت میخوام یک اسب نمیدونم عالیه نمیدونم چیز بدم که همتا نداره و که من شنی تلو نه از من میخواست، یعنی ترخ میگه نفر اومده من گفته که پیشنهاد داده که بیاد بهترین اسبی که من دارم و بهش بدم و در مقابلش به من میگم یک انبار پر از جو میده. ترخ عصبانی میشه میگه چه حرف ابلهانی تو از من بپرسی؟ doesn't make any sense که تو بیاید بهترین اسب تو بدی، اگه تو اسب نداشته باشی جو میخوای چیکار بکنی؟ قضاشو میخوای چیکار بکنی؟ ابلهانه است. اینم برمیگرده به چیز میگه به نیمرود میگه اگه من پسر نداشته باشم این طلا جواهر واسه چی میخوام؟ تو داری به من میگی که ابلهانه است، خودت محکوم کردی. سو این متا هرگو لشه معنی زکوک لکذب. سو نیمرود خیلی از دست ترخ عصبانی میشه و میگه که اصلا بیان ترخ رو بخوشنش. ترخ میاد به دست و پاش میفته میگه نه شوخی کردم. رایت میگه که به من 3 روز وقت بده که من برم خانم رو راضی بکنم و بچه رو میدم به تو. ترخ به کی میگه؟ به نیمرود. سونم بهش 3 روز مهلت میده و بهش میگه که اگر چیز نکنی بچه رو من ندی من تمام خودت و تمام خاندانت همه رو میسوزونم. نیمرود میگه حالا ترخ میاد یه کنیزی داشته، کنیزش دیدم بچه میزد، بچه رو میره به جای ابراهام، بچه کنیز رو میده به نیمرود و جریان فعلم اینم میکشدش و جریان فراموش میشه. ولی البته این ابراهام اوینو علیه السلام که تولدش رو پیش بینی شده بود وقتی متولد میشه طبق میدراش میگه 3 ساله تو تورا میفرماید که راجب ابراهام اقه وشه شما به قولی اقه بگی مطریا میشه چقدر؟ 172. ابراهام چند سال عمر کرد؟ 175. از اینجاست که میگن ابراهام اوینو وقتی 3 ساله شده بود رایت نابغه خودش به اعتقاد بود به عقودش بود. تو میدراش میفرماید که ابراهام اوینو شروع کرد به زمین آسمون نگاه کردن، بحثای فلسفی کردن، we don't have the time for it و اومد و ابراهام اوینو علیه السلام با قدرت خودش با استدلال منطق نه از رو احساس و اینا از رو منطق به نتیجه رسید که غیر ممکنه که این دنیا آفریدگار نداشته باشه. و وقتی که به اون به چیز رسید میدونیم اون وقت میره و تو خونه مسئله ایجاد میشه. پدرش میدونیم پدرش چیز ترخ چیز نیمرود بود، پدرش اصلا چیز بت فروشی داشت، داستانش آشنا هستید که چطور ابراهام اوینو میاد نمیدونم بت ها رو به مسخره میکشه و سعی و میگن که اواخر عمرش میدونیم ترخ بالاخره به چیز ابراهام پسرش ایمان آورد. من یادتون خبتون عرض کردم که میگن که بعد از کیفشان رایت میگن که اتفاقا میگن که ترخ گیلگول ایوب بود. ایوب که اینقدر تو زندگیش سافرینگ و اینا داشت، ایوب گیلگول ترخ بود و میگن این یسوعیم سختی که سر ایوب اومد به خاطر این بود که هشم میخواست که گیلگول ترخ که ترخ میخواست بره بالاتر پرو ابراهام پسرش. So he had to go through all those یسوریم واسه این بسه نشاماش بتونه بره به صلاح نزدیکای پسرش. So در هر صورت میدونیم که ابراهام اوینو میاد اونم بوتا رو میشکنه و بالاخره اینو میفته اونجا
به نتیجه میرسه که تمام اون دوره ببین این شهامتی که ابراهام داشت که اینه دستم رو کدام اینجور که چیکار میکنن مثل ما ایرانی ها متاسم این چیز هستیم یه جوری مثل که گوزفند صفتی یه کسی یه کاری میکنه everybody نمیدونم یه وقت داشتم صبح با دوستی بگم صحبت کنم گفتم اینم دفعه عروسی خیلی سیمپل تر بود حالا دیگه هر عروسی دم میره باید استیج دارن یه استیج مثل مدل ها باید نمیدونم استیج هم چقدر خرجشه درست بکنن که این پیپل وان ووک داون دی آیل رایت اند یو وان همه دیگه چی میشه ایت کامز لایک یو نو ایوریبادی جاست فالز انیوی ابراهاموفینو وازنت افرید تو بی ا لونر هی فاوند دی تروث هی نو ابراهام ایوری هی واز اون وان ساید و تمام دنیای اون وقت همشون چی بودن؟ این همشون بود پرست بودن و ابراهام الیون شالوم میاد و میدونیم چیز میشه میاد و حالا نیمرود به خیال خودش او خوابه تموم شده رفته ولی بعد از اون که ابراهام میاد و میدونیم تو بتکده بتفروشی پدرش همه بتا رو میشکنه و اینها خود ترخ چیکار میکنه؟ ابراهام میگیره و تحویل نیمرودش میده رایت هیت کبر که از سوشل ترخ آخر فهمید که اون بچه بوده یا نبوده پرابلی سو چیکار کتف ترخ چیکارش کرد و اومد یشنی بنخال چون سوره رو موره نمیدونم نشته هم این بچه هست گفت من یه بچه ناخلف دارم و نشسته تمام روز من هم میمه تورای خیلی عجیب و غریبی میخونه میگه اصلا میگه یک خدایی وجود داره یه حرفا رو میزنه سو نیمرود وقتی میگه چیز میکنه میگه که شلخ لعت ابراهام میاد و ابراهام ها کتبسته میان میگیرنش زندانیش میکنن و میگه که هیچ میخواسته از گشنگی چیزش کنه just to starve him to death دستور میگه بهش غذا اینها ندن ابراهام بودی و شلوم تو اون زندان نیمرود تفیلا بخونه به درگاه حوادش برخو الوکی اتا یودی انیستاروت و تا یادت کیگت و بگی ببین خداوند من اینو به تو اعتقاد راسخ دارم هیچ ایمان من تکون نخواهد داد و هنوز میدونیم تو ابراهام اوینو تا سن 75 سالگی هاشم باشه حرف نمیزنه یعنی هیچ معجزه هنوز از هاشم ندیده این اولین دفعه است که حالا وقتی تو زندان انداختن هاشم باشه معجزه میکنه شما قدوش برخور تفیلاتو او پا تخل و معیان شل معیم خودش بخواه همون یک چشمه آب تو زندان واسش باز میکنه و همال آخ گابریل واسش مرتب غذا میبرده و اینجا یک سال کامل ابراهام اوینو تو زندان نیمروده چند ساله بودم؟ I don't know exactly من چه ساله بوده که نه سه ساله بود که به اعتقاد رسید رایت به ایمان آورد به هشم رایت 75 سالش شد سه اولین دفعه مش حرف زد مش ربنو هم اینا ببین خیلی این چیزا مش ربنو هم در شبیه اینه مش ربنو 80 سالش بود وقتی هاشم باش دفعه اول صحبت کرد anyway سو شما نیمرود شنید که ابراهام اوینو هنوز در حیاته و اومد تمام مشاوراش رو جمع کرد و گفتن که اینو این کار که اینا پادشاه رو چیز کرد و نمیدونم چی جریمش چی گفتن اینو بعد سوزوندش بعد اینا دیگه آشنا هستیم اورکستیم و میاد چیکار میکنه؟ میان و میگن اعلام میکنن هر کس که نمیدونم مطیع پادشاه به پادشاه رو دوست داره باید هیزم بیاره و میان 40 روز کامل هی هیزم میارن واسه سوزوندن ابراهام همه اینا رو میان نمیدونم یک جای چیز میکنن به محلی که بعدن خونده میشه اور کسلیم اور میشه آتش این تو تورا اومده این اینا ببینید با هم تلینگ یک کامبینیشن از میدراش که چیزای رو تورا رو توضیح میده است کمه میاد نمیدونم 40 روز هیزم میارن اونجا تو محلی که بعدا اورکستین میخونه و این آتش که روشن میکنن انقدر این آتش داغ بوده که حتی نمیتونستن ابراهامو کسی ببره اونجا بندازتش تو آتش و چیکار میکنن ابراهامو مثل یک تو یک فلاخون درست میکنن از دود یه چیزی اینجا میگه که به اسم تراباکو I don't know what is that یعنی مثل جرسوی فلا... مثل آره از اشتر که ماشینا رو برم میکنه آره که از راه دویم چون انقدر حرارت زیاد دوی کسی میتونه نزدیک بشه سو و چی کار میکنن سو اینا چیش میکنن سو میندازنش رایت میندازنش ابراهام اوینو تو این چیز توی این
توی این رای توی این وسط کوره آتش با ساتان لفنه ابراهام و عمر رو رایت یعنی درست قبل از که بندازنش ساتان میپوش ابراهام و میگه ابراهام تو هنوز میتونی تشوبه بکنی الان بیا ابراهام تکفیر بکنه that's it ابراهام میگه یگعر هشم بخواه ساتان بچه پدرتون میگفتن یگرشم بخواه ساتان یگرشم بخواه یعنی خداوند نهیب بزنه به تو ساتان من خدا بیامرز پدرم وقتی مثلا میخواست چیز بکنه وانمود بکنه که اصلا میگه یگعر هشم بخواه ساتان so anyway so بعدش مادرش میاد اسم مادر ابراهام چی بود؟ امتلای بختر امتلای مادر ابراهام میگه که میگه آنا میمخا میگه پسرم تو تنها پسر من هستی و امید و آرزوی من هستی میگه ببین یه تعظیم بکن بنیم رود و نجات پیدا میکنیم آمرلا دهی ایمی کیاش میگه ابراهام به مادرش میگه مادر جون ببین آتش نیمرود بالاخره هیزوماش تموم میشه و خاموش میشه ولی آتش جهنمش وقت تموم نمیشه واقعا مادرش بوده یا ساتان بوده بشه نه اینجا میگه تو بودش که امتلای مادرش بوده سو بعدا میفهمین که چی شد عقدش برو خونیم اینو داره تو گمارا میگه که عقدش خون میگه ابراهام تو این دنیا یاخیده تنها خداپرست ابراهام منم تنها هستم تنها خدای دنیا تو گمارا میفهمین که نائل یاخید لحتسیر تا یاخید نمیخوام فرشته بفرستم من خودم که تنها به اصطلاح واحد هستم باید برم این انسان ویژه رو نجات بدم و هشم میاد چیکارش میکنه میاد اونجا و هقدوش برخو میاد با ابراهام یعنی که بیخود شخینا تو آتشا با همدیگه گردش میگردن و وقتی نیمرود اینا میبینه دستور میده که رایت اینا دیگه شخینا از پیش ابراهام میرو نیمرود دستور میده که ابراهام از چیز بیارن بیرون از کوره آتش بیارنش بیرون و اون وقت از نیخنن نیمرود تعظیم میکنه به ابراهام یکی عطار گفت ببین تو چیز هستی تل خوز و میاد و کل همه که کسی بوده همه سجده میکنن به ابراهام ابراهام میگه به من سجده نکنید انی اینی کلوم من هیچی نیستم ولو الهی تشتخبو به من سجده نکنید الا همینو به الوکه همت ایمان میارید به اون خدای حقیقی که تو رد و اون وقت میاد نیمرود چقدر چیز میده نیمرود میاد به ابراهام چقدر خلعت میده بعد از این جریان و بهش هم دو تا عبد میده یکی از این عبده کی بود؟ الیعزر و دیگه چیز میکنند و ابراهام اوینو از اون وقت به بعد اصلا تو همه دنیا مشهور میشه رایت و this is این یعنی امونه از اینجا شروع شد و این امونه به بچه های ابراهام ابراهام به ابراهام سا یعقوب داد رفتن تو مصر تو مصر که مصر رفتن دو مرتبه ایمانشون ضعیف شد تا جایی که عقدش برخو توسط مشربنو تمام این معجزات هایی که کرد عقدش برخو تو مصر و هشم دیگه گفته هیچ وقت تکرار نمی کنیم معجزات هشم دیگه من یه دفعه همه چیزای طبیعت رو به هم میزنم اسرائیل ها میدونین اون معجزات رو دیدن که این رو میله و دو دیدن خدای بجز عقدش برخو وجود نداره تورا رو قبول کردن and this is already sealed short for generations و I see this is the biggest is the khut that we have ببینین و من همیشه عرض میکنم اینا که یکی از مگیدین this is a beautiful mashal ما تو تفیلایی که برشا میخونیم میگیم چی خداوند اصل من شماخ یعنی چی اصل من شماخ right. یکی از مگیدها توضیح میده میگه که مثلش یه ساعت فروشه exactly یه میگه که ببینیم یه دفعه میگه یه نفر مسافرت میکنه و این ساعتش خراب میشده هر جا ساعتش خراب میشه برای اصلا بوده درست میکنه میره توی شهرک کوچیک اونجا ساعتش خراب میشه میگن ما اینجا یک ساعتساز خیلی خبره داریم اینم میره ساعته رو میده به این ساعتسازه درستش میکنه عالی خیلی ایمپرس میشه از این ساعتسازه کارت ویزیتای این ساعتسازه رو میگیره هر جا که میرفته رو تبلیغ میکرده هر جا میرفته میگفته ببینید هیچ جای این بهترین ساعتساز دنیا اینه کم 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 دیگه این ساعتسازه مشهور میشه از همه جای دنیا میان چیز میکنن حسابی کاروبارش میگیره right? بعد از چندین سال این یارو باز دو مرتبه ساعتش خراب میشه میخواسته بره پیش ساعتسازه یا میخواسته بره بیرد رو ساعتش خراب میشه میخواسته بره ساعتسازه میره اونجا میره واه هدکوردرز چی ساخته فلان
میگه من میخوام فلانی ببینم، میگن تو کی هستی میخوای ببینیش؟ این هیز دی سی او، این بعد از پرزیدنت اوباما چیز داره، بعد از شمع وقت بگیری شاید ببینته. میگه نه 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 نه، این کارتر رو سش بفرستین رایت تا کارتر بشلی زود بیاد تو. میگن چی گفتی؟ چی بهش گفتی؟ گفتم ببین من اینا، این میگه این خداوند این ساعت سازه هیچ کس نمیشناختش، من نه تو دنیا مشهورش کردم، کسی که تو دنیا مشهورش کرده منم. مثلا ما اسرائیل میریم به درگاه هاشم تو فیلا که میخوایم، این خداوند اصل من شما یادت باشه یه روزی اصلا هیچ کی تو رو نمیشناخت، مثلا ابراهام اوینو که اومد هیچ کی تو رو نمیشناخت، همه دنیا اصلا نمیشناخت تو کی هستی، کی تو رو به این حالا یه برکه واسه خودت گرفتی به اینجا رسیدی، کی تو رو بالا کردی، ما بالا کردیم، بالات کردیم. نوبدی نو یو، هیچ ابراهام اوینو این هاشم چی گفت؟ من یخیدم اون یخیده. واسه این زخوت واسه من میگیم خدایا ببین ما تو رو اینا وجدان دست خود ابراهام اوینو دید. ابراهام اوینو از کوره آتش که اومد بیرون همه جای دنیا میرفت واسه چی؟ که مردم رو به امونا به آدش بر خود دعوت بکنه. میرفت چیز میکرد دیگه اذیتش نمیکردن. بعد از جریان که وقتی نیمرود اینجوری شد دیگه یت فری هند. ابراهام اوینو میرفت همه جا میرم چادر میزد، مردم رو دعوت میکرد، بهشون قضا میداد، چیز میکرد، از من تشکر نکنید، من کاری نیستم. به این طریق همه را مقارب میکرد به آدش بر خود، because this is our این میشن ما هم همینه. اسرائیل رو آدش بر خود از مصر خارج کرد و ما رو تورار به ما داد، ما رو برد ارت اسرائیل. ولی میشن ما اینه که جدا مثل ابراهام اوینو توحید و یکتاپرستی رو تو دنیا منتشر بکنیم. وقتی که اسرائیل تو اسرائیل واسه شون خوش بود و با ملل دیگه کاری نداشتن، نقوبالی میگن شما رو فرستاد تو گالوت، ما بیایم تو لس آنجلس بریم این ور اون ور که چیکار کنیم، ما باید سفیر کبیرای عقلش برو خوب باشه. This is what we have to do. یعنی باید جدا رفتارمون باید طوری باشه که دوششم تو دوششم و این کار ما کردیم. ببینیم اسلام، مسیحیت، اینا همشون قبول دارن که مادر تمام مذاهب چیه؟ تورای ماست، یهودیته. This is our mission. Our mission is که جدا نشون بدیم که قوم نمونه عقلش برو خوب بودن، این مسئولیت برای ما. سو ایوادنیم دیدی تمامش یتیت میترایم اینا روی این نهوره است. حالا دیگه حالا جزئیاتش زیاده ولی this is the main thing. زوهر قدوش میگه، زوهر قدوش میگه که مسا چیه؟ نون ایمانه. مسا نون ایمانه. yes. مسلمان همیشه میگن ابراهیم خلیل الله. اینا که میخوان میگن ابراهیم خلیل الله، برای همین که دوست خدا بودن. بله دقیقاً شون خلیل الله که میگن، مثلا میگن فقط عربا میدونیم به خبرون هم میگن الخلیل. چون ابراهام اوینو اونجا دفن شده میگن اخیرا اونا چیز میکنن، اینا بقیش رو تعریف میکنن که بدونم که بچهشون هم اسماعیل بود و اینا بگذاریم، ولی اونا شور ما این حقدش برخو ابراهام اوینو یدید خونده، یدید به عبری بهش میگن، یدید اشه، یدید همون دوست اشه. یمین خواه اشاره به چیه؟ اصل ما شما، اصل ما یمیناخ، یعنی اون گورای عقدش برخوه. ببینین این که تو تفیلا که میگیم اصل من شما خسر من یمیناخ که میگیم، یکی گورای عقدش برخوه، یکی هم توراس. چون بعضی‌ها میگن تورا 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 هم عقدش برخوه، کیویا خب به دست راست، کیویا این همش مسئله به دست راست داره به اسرائیل. یعنی میگیم خداوند این چیزی که ما ازت خواستیم تو تفیلا به ما سلامتی بده، این بده، اون بده، اون بده، واسه چیه؟ for your own sake. ما میخواییم تورای تو رو بریم بالا. Right? So it's for your own sake. رجوع به صحبت میکردیم. Anyway, در صورت یک شاید اینا داستان بچه ها سر چیدینه دوست دارم. ولی you have to realize که جدن what is it all about. تمام جریان پسخ، تمام شده که ما جریان اینو و متاسفانه میدیم اینقدر ما تو نخ جزئیات میریم که یکی از میتوای اصلی شب پسخ مگیده. مگید یعنی چی؟ یعنی تعریف کردنه. یعنی و نمیشه باید سیپور داستانه که باید این داستانها رو البته دارم باید کراد خودش رو بسنجه. right. واسه بعضی میگه این داستان اینا چیه؟ right. سو آدم میتونه چیکار بکنه؟ اگه اینا رو نمیخواید چیز بکنید، آدم میتونه مثلا بره کتاب های مختلف هست که true stories, modern stories راجب اشکاخا، راجب امونا که من همیشه ریکامند میکنم. مثلا کتاب های ربای پسخ کرون اینا اصلا چقدر میدونین داستانه چیز میارن. اتفاقا آقای دکتر الیس اصلا من تعریف میکرد، میگفت نمیدونم یه خانمی ازش تعریف کرده اون هفته، میگفت نمیدونم خانمش خانم خیلی چیز داشته، اینا چیز اعتقاد داشته، مادرش به خصوص مادر خانمش خیلی صدق دست به دست براخا میگرفتن.
بعد این شوهره شباتم یه رفته چیز میکرده گاردنینگ و نمیدونم اره میگرفته نمیدونم درختار رو اره میکرده روز شبات گاردنینگ میکرده. مادره خانمش بهش میگه اینه ببین این مادر بزرگی من میدونی مادر من خیلی اعتقاد بزنی روز هفته دیگه بکن یعنی حرفا چیه فلان و میگفت خانم تعریف کرده گفته این متاسفانه دور از همه الان همون دست راستش پارکینسون گرفتن که سر تکون بده. You see, I mean, okay, you could say coincidence or, you know, your Dostani has to Holocaust. Some people, you could tell them, you know, these are the real stories. Avraham Avinu jadan, chajuri wase be emunai Hashem resi. Vali, adam mitune, chizai emunai ra in dorozamune bebide. To Holocaust, probably I told you that, you know, vayam shudu maritsos bachwa ta'arif mekonam. To Holocaust, ye ravi bude, ba pesarish. Baruch Hashem, you know, chizushon... قوی بودن. They go through all this, you know, این work camp از این اردو به اون اردو و این پدره موفق میشه که همیشه سیسید خاتون به خودش داره. سیسید به خودش داشته. حتی تو این لباسه کمپا که میرفته زیر لباسش قایمش میکرده و he was able که چند سال که تو این کمپا بودن همیشه سیسید به خودش داشته. آخرین کمپی که میخواستن ترانسپورتشون بکنن یه از این SSI مخشوم جوونا قبل از که سواره این قطارا بکنن کدل کارا که ببرن رایت یه چیز میگه این سیستر میگیره اینو پیدا میکنه از این ازش میکنه همونجا میندازش تو آتش سیستر اینا رو میسوزونتش و میگه این پدر و پسر خیلی ناراحت میشن چون یه چیزی مثل سیستر مثل که این سپر اینا بود. anyway اینا سوار کدل کارا که میشدن میدونی اینا رو همینجوری دنس اصلا نمیشه تکون بخورن اینا چیز بودن رایت و اون اس اس ام با چیز دیگه بغل اینا توی کابین چیز بودن تو قطاره بودن همینجوری میرفتن پدر و پسره اینا مثل ساعت ها میدونین چندین روز توی قطاره بودن اصلا جا نبود تا کم بخورن بعد اینا چیکار میکردن اینا نوبتی توی خود اصلا پدره سرش میذاره شونه پسرش چرت میزده و بعد چیز میکردن عوضو به در میکردن ادامه میدن که اینا بعدن اینا پدره میخواست سرش بذاره رو شونه پسره میگه که من نمیتونم اگه سر تو بذاره رو چیزی من دارم از درستان زن الان بیفتم پدرم یا پسرم سرشو نمیذاره تا چیز میشه درست بعد از اینجا که سرشو برمیداره متفقین چیز کرده بودن که این تاپیمای آمریکایی که این قطار چیزای ما آلمانی هست از بالا مسلسل میزنن داشتن مسلسل بارونش میکردن این قطاره رو این چیزا که میاد این چیزای مسلسلی درست بین اینا رد میشه اگه این سره رو چیز نکرده بود رایت خدا نکرده از بین رفته بود و بعدا ادامه پیدا میکنه دست این آلمانیه که سیزده رو سونده بود دسته رو میزنه که دوستاشوش میگن دیدی تو سیزده اینا رو سیزده سوزوندی همون دست که باش سوزوندی به چی سرت اومد. اوکی ببینید حالا یکی از آدم میتونه ببینید میگن آدمی که ایمان داره هیچ سوالی نداره آدمی که کافره هیچ جوابی نداره یعنی you see you could have a person who says oh you see آدمی همه تو زندگی های خودمون you could see هشکاخا پراتید تو زندگی های خودمون ببینیم چطور هم دشمن بود جدن رایت اینا چجوری هر روزی نیست که آدم میدینین اون این چیزه که اون به سلام اون هشگاخا پراتیت اون اندیویجوال پراتیت هشگاخا نبینه بره. یکی از این امونا داره یکی از نداره یکی از میگه همشون تیر سنبل میکنه مثل امالق چی میگه؟ اشار قارخا بده اتفاقه بابا بلم کن این همه شرف It's a myth یا آدم میتونه چیز ابراهام باشه یا بین آم باشه نیمرود باشه میتونه اینا امالق باشه باید بدنیم You always would have این چیزیه که همیشه چیز داره It's always you have باید بریم تا وقتی این دنیا هست You are going آدم های کافر خواهید داشت Guaranteed اگه نباشه آدم پوه نمیگیره right? This is the whole thing of emuna که و تمام باید بدونیم جریان اینو پسخ و تمام همش که آغاز کردیم Everything evolves رو اموناست اموناست به عقودش برو خوب تمام 613 فرمان در حقیقت تو این میتوا خلاصه میشه و اون چیزی که جدا باعث میشه که این یه تراره است که آدم ایمان نداشته باشه به خصوص گهواز غروره و میدونیم یکی از فلسفه هایی که ما خامس از خونه دور میکنیم رایت و مسا میخوریم چون خامس
مظهر گهوا غروره که باد میکنه است. Right. واسه این ما سعی میکنیم که موعدم خونه رو موعدی بکنیم که اون غرور رو دور بکنیم. وقتی گهوا دور باشه اون وقت به عزت شما اون امونه، امونه طبیعی تو وجود آدم هست. تو خود هر آدم اگر سوالی دارید برای پسخ، بله تو خود هر آدم میگیم افیل و خخامیم نبونیم بازم بخونید اگر. Yes, that's right. Any questions? Yes. Yes. نه نه، این تعنیت اول نخست زادگان فقط برای پسر اوله. بعضی میگن مثل دختر اول زادم هست و میگن این دور و زمونه که ما تعنیت نمیگیریم اکثرا، بلکه میریم با سیوم تعنیت رو باز میکنیم. خوبه که دخترهای اول زادم یا خودشون برن صبح جمعه آینده، این جمعه نه جمعه آینده، برن کلیساهای مختلف سیوم و تعنیتشون اونجوری باز بکنن، یا حداقل مثلا پدر که میره واسه دخترش یه چیزی یه غذایی از اونجا بیاره دست واسه بکنه. ولی این تعنیت فقط واسه نخست‌زادگانه، چون عقلش برو خوب تو مثل نخست‌زاده ها را زد، نه دوم زاد و بقیه بقیه. یس، دو تا سوال. یس، شما گفتین که الان تو عروسی ها اینجوری میکنن، چی منظورتون چی بوده؟ ببینین هر دیگه الان یه وقتی خب وکدان میکنن و وکینگ دان دی آیل، حالا اینن مثل این چیه؟ دیگه ما هفته عروسی بودیم مثل... اینجوری بود ها؟ ما هفته عروسی اینجوری بود. خب what's bad in it؟ ببینین هی هی دید مکیت فنسی خرجای بیشتر جیدای بیشتر. بعدش هم ببینین اینا، ببینین الان اینا ایناش جزئیاته. ببینین عروسی سیمخا باید با قبوشا باشه. That's the main thing. حالا میخوان اینا رو چیز بکنن. It came to me that all of a sudden یه همه مد شده. It didn't used to be. من 25 سال اینجا برای عروسی میگم. الان چند سال مد شده دیگه نمیدونم. ولی نمیدونم چی دارم. این شده همه خوشبخت خاص و خیلی. Don't get me wrong. ولی ببینین باید اینه جدن چقدر مهمه. من میگم شوی که بیورخامت میکنین. کمودا رو باید. کمودا خانمه خیلی بیورخامت زیاد داره. و به خصوص تو آدم بعض وقتا عروسی هایی میره که جدن خانواده هایی که شمر میتسوت شمر شباتن. ولی you look around the way اینا طریقی که لباس پوشیدن اینا it's really ماش it's heartbreaking. It's heartbreaking. تو من یه عروسی بودم با خانمه میگفتن ایسی گفتن یه خانمه من گفت پیدا نمیشه، یعنی با شوهرش صحبت میکردیم گفت متاسف، گفتم یعنی چی پیدا نمیشه سفارش بدم؟ اگه گفتم it's supply and demand، اگه demand باشه for sure business is business. چرا تو نیویورک این برمار پیدا میشه اینجا پیدا نمیشه؟ If there is demand for، اگه demand باشه واسه لباسای شیک که در این حال میدونین چیز هم از پوشیده باشه، I'm sure there is gonna be supply for it. بگذاریم، حالا this is the yes. آبینمون اگه ما چیز نداریم، سلف کریم نداریم، yes، چقدر باید یک ساعت چقدر؟ right. آوینا برای کاشته کردن آوین باید خوب با easy off یک دفعه یا دو دفعه باید apply بکنیم که جدا خوب تمیز میشه. بعدش به the right thing 24 ساعت استفاده نکنیم و بعدش اینا علت داره 24 ساعت اون چیزایی که به صدا بلیده شده را خونسا میکنه و بعدش یک ساعت کافی، one hour on the highest temperature، و وقتی که چیز میکنه وقت پنجره هم بذاریم توش، پنجره پرانگز بالاش هم بذاریم توش، that's it. اینجوری اینها microwave سرش بحثه. مایکروویو ببینید مثلا موعد استفاده ببینید نه خلمایی که میشه استفاده کرد، خلمایی میشه استفاده کرد، مایکروویو میشه کاشرش کرد، ولی کاری که میکنن خوب تمیزش کنین، بشقابی که تشه اونو خوب تمیز کنین، آب جوش بریزین روش، حوالاش بکنین، بعد یه ظرف آب بذارین تو مایکروویو که 5 دقیقه 6 دقیقه تبخیر بشه، وایپش بکنین. ولی بازم I would recommend که غذاهای مودی که میخواین گرم بکنین دوش دو تا رپینگ بذارین، مثلا دو تا پلاستیک بگ، دو تا از این استایرفوم چیزا، then should be okay. Yes. شماریم ایست به نون اون خامتسگامونه اون بعد از خونه بره بیرون. Yes. ییست اینه باید بره بیرون که باید بذارین با خامتسا. اوکی. آره یعنی کود سلید بعضی ها ما تو خونه سعی میکنیم که خامت یا ییست قبل از موعد برخواب کنیم،
ولی ولی شدنش میشه definitely could ولی چی پاستا و اینجور چیزا اگه بمونه we try to finish پاستا اینجور خامس گامورا رو قبل از پسح ولی مقدار عظیم میشه فروخت آدم میتونه خامس گامور نونم میتونه بفروشه کرکرز همه داره میشه تو لیست که همه رو بذاریم یه جا و با خامس همون بفروشیم 100% نه میشه تو خونه کبیره جای بذاریم درش رو قفل کنیم یا اصلا چیز بکنیم که اکسسیبل نباشه یس من سایر مورد سینک و همه چیز برای سایر اونم جداست فقط برای مورد هر سال استفاده میکنم ولی هر سال هم خوابالایرش لازم نیست اگه فقط بسه مورد استفاده میکنیم هیچ کارش نکنم نه آبایم نریزم نه ببین اگه استفاده نشد در عرض سال کاشا کردن لازم نداره مثلا یه وقتی چیز میشه سبزی وقت بشوی آب اگه ممکن استفاده کرده باشه آره ولی بس که خیلی هستم من کانادا بودم اکثر خونه ها دو تا آشپزخونه دارن تو کانادا تو من تو تورنتو که بودم خونه چند نفر بودم مثلا این آشپزخونه چیز موادی مونه برو خشم دیگه هم بگه گود یور لاکی یس ویفرز ببین اینا رو ببینین بهتره که اینا رو قبل از موعد برخا بکنیم اگر برخا نکردیم میشه فروختش میتونیم با خامتسامون که میفروشیم و مجدداً I would recommend که هر کسی فکر کنه که من خامتس ندارم هر کسی غیر ممکنه تو خونه خامتس نداشته باشه این پاسیبل خیلی از مشروبات الکلی میدونین ویسکی و جوزه همش خامتسه واسه هر کسی باید خامتساشو بفروشه کسی نیست که خامتس نداشته باشه right so it's very important که آدم خامتساشو بفروشه که بتونه بعد از مدت از این استفاده بکنه چون تو تورا صریحا میفرماید که we cannot own any خامتس فقط تورا نمیگه خامتس نخور تو موعد تورا میفرماید که you cannot own ما نمیتونیم صاحب خامتس باشه کسی که تو پسخ خامتس بهش تعلق داره حتی اگه لب به خامتس هم نزنه این اوراس واسه این واسه که بتونیم از این خامتس بعد از پسخ استفاده بکنیم the right thing is که الان میتونیم امروز هم بفروشیم فرماش هست هر چه زودتر بالا دارین فرماش ها میشه خامتس ها رو زودتر فروش بله لوازم آرایش اشکالی نداره لوازم آرایش اینا خامتس نیست روژ لب رو میگن دم نگاه کنه ببینه مکشور بکنه که واسه چیز نداشت باشه بعضی میگن بعضی از عطرا هم میگن من نمیدونم میگن بعضی از عطرا الکل داره و کسایی که الکلی هستن اگه ویسکی و ودکا گیرشون نیاد پرفیوم خانمشون رو بپاشن I don't know ولی really basically cosmetics چیز نداره خامت نه لازم نیست بفروشه دستگاه دیکو دستگاه خمیزن اینا بعد فروخته شده بعد خامتشو بفروشه ببینید اگر ظرفا رو ما بفروشیم اون وقت بعد از موعد باید بدون براخه همیشه دو مرتبه تویلا بکنیم واسه این دم تو لیست خامتش که میفروشه بگه مثلا احیانا اگه خامتی توی ظروفم هست اونم رو داره میفروشه مثل مثل کیچن اید و اینجور چیزا یس برای شیر و تخم مرغ میگه اگه قبل از پسخ بخریم میتونید استفاده کنید اورگانیک میلک و اینا شما دیگه یس شور آره ببینیم شیر و ماسب این سفارادی ها به اشکنازی ها فرق میکنه برای سفارادی ها میتونن شیر معمولی که کاشر پسخ نیست قبل از پسخ بخرن نو بادل و تو پسخ استفاده کنن ولی اگه تو پسخ میخرین باید حتما کاشر پسخ باشه حالا فلسفهش خورده پیچیده است ولی I could explain it خامتس به پسخ قبل از موعد باطل به ششیمه ولی تو موعد باطل نیست بنابراین bottom line شیر تخمرغ الان تو آمریکا تخمرغ مسئله نیست ببینین خبادی ها میدونین خیلی چیزا رو خیلی سخت میگیرن ما سفارادی هستیم که اونا فرق میکنن خبادی ها میدونین مثلا تخم مرغ هم میفکنن فقط از قبل از موعد میخرن سیب زمینی هم خاص میارن تو خونه پوست میکنن گوجه فرنگی رو پوست میکنن ما این خوراک چرا نداریم برای ما اگر شیر همش که عرض کردم شیر معمولی اگه خانم سیال نگم میره خانم سیال اگه نه شیر معمولی اگه قبل از موعد بخرین نو بادل بذارید که راست پسخ چشکاری نداره لازم نیست کاشو پسخ بخرید اگه تو پسخ میخرین باید کاشو پسخ I don't know. من نمیدونم چی داره اون. It's regular milk. Regular milk. Okay. Fine. That should be. You buy it before Pesach. And yogurt.
یوگرت یوگرت باید یوگرت ها من نمیدونم ادنا I would recommend to get کاشل 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 پس they say yes yes بله سوی میلک برای سفارادی ها it's okay ولی اشکنازی ها کیتنیوت نمیخورن اونم جزء کیتنیوت اوکی یس مثلا کره با مثلا خیلی چیزا اینجوری چیزا اگه قبل از پسخ باشه میشه ما میوای کشل پسخ This is better to buy it کشل پسخ ولی این بر میگرده این باز مثل همون شیر و اینا هم هست آره ببینید اونم اگه قبل از پسخ خیلی این چیزا رو بخرن خیلی از این لیستا میگه دیگه مثلا جدا میگه کریم چیز و اینا اگه قبل از پسخ بخرن این سوکه مثل میوک ولی ببینید اگه کشل پسخش هست if it's not if the money is not big deal it's better که هر چیزم خوشم بسخ گردو پستانو که خام باشه خام نه خام ایتس اوکی آدم یا اگه مثلا میخواد چیزی بکنه مثلا ایران بخره بشورتش قبل از مایه در چوری کشمش کشمش اینا روش چی روش دی اسپری میکنن کشمش خوب آدم خوشم بسخ سماور برقی رو میخوام کاش سماور برقی ایتس وری سیمپل یه خود آبجوش بریزین روش کافیه بله نه شیرش هم همون آب جوش که میریزیم اون رو بریزیم اصولا بیسیکلی ببینید سماوری که ببینید چیزی که با خامت سر و کاری نداره معمولا همینجوری تمیزش کنید کافیه سماور حالا بعضی ها نمیدونم یکی از من گفت من بعضی ها میزنید سماور ولی معمولا معمول رفتش میشه نگاه کنید برای سماور برقی ها اگه با خامت معمولا هیچ تماس نده هیچ کارش هم نکنه نیست کاشو بسته میخواین مخمی بشه باشه آب جوش بریزید یس نه نه ببینید قیمت هم ننویسین it's good ببینین آدم تو اون فرمه داره میگه آقا من هر خامتی که دارم و ندارم و دارم میفروشم این که گفتن آیدمایزش بکنه they want to show it that this is real sale که اون خریدار ببینین چی داره میگه so appraisal هم باشه it's okay ببینیم وقتی ما خامتسا میفروشیم به گویمه اون گویمه ما بهش میگیم آقا ما این خامتسا رو مثلا 10 میلیون دلار بهت میفروشیم مثلا بس یه چند تا فرم اونجا هست منتها اون یه بیانه میده 100 دلار 200 دلار میگه همه خامتسا مال این میشه بعد از مدت بهش زنگ میزنم میگم چی شد بقیه پول دیگه میگه اگه گفت نمیخوام اگه میگه نه میخوام میگه خب پول بیا بگیر بقیه‌ش رو ببر چرا میدراش اینقدر اصرار داره که بگه که نطفه ابراهیم وقتی مادرش نیجا بوده بسید؟ I don't know ببینید شاید منظورش اینه اصلا میشه اولاد طبیعی امکانش هست؟ Apparently yes چطوری ممکنه که I don't know نمیدونم ولی ببینید شاید مسیجش اینه که No matter how far ببینید که قدوشه از کجا میاد قدوشه مقدسه مقدسات میتونه از تاریخ ترین جا بشه روغن برای سفارادیا آره مثلا مازولا کانولا اویل اینا پیور آره برای سفارادیا کافیه قبل از موعد بخرید آلین اویل هم باید با میلیون رفت لازم نیست ببینین آوینا پلات مال شعبات پلاتا اوکی پلاتای شعباتی ببینین اون فقط آب جوش روش بریزین کافیه اگر رو پلاتا معمولا خلا میذارین که گرم بکنین on a regular basis یا پلاتا میذارین اون وقت you should cover it with two layers of aluminum foil ولی اگه پلاتای شباتی فقط روش دیگ میذارین نمیذارین ممکنه احیانا یه خورده از خاله بیبی یا حلیم و اینا ریخته روش یه خورده آب جوش بریزین روش خوب تمیزش کنین کافیه اگر بعضی وقتا روش خامت مستقیما میذارین اون وقت تو لیرز اف آلومینیوم فویل هم روش بذارین پس این هم آب جوش بریزیم هم آلومینیوم بله بفرمایید من
دارم سوال میکنم. مثلا نون مثلا، مثلا بشه میگم. اینا بذاریم تو پارکینگ مثلا. و بعد از موید بیاریم. باید اگه خامساتون رو بفروشین میشه. کسی که خامساشو فروخته اگه نفروشین آسوره. کسی که بیرون است هنوزم. ببینیم مال شماست. ببینیم متوجه. ببینید تکرار میکنم. ببین هر کسی آوونش کردن من، هر کسی خامساشو بفروشه، خامس همه خورد خونه خامس داره. تو ایران تو ایران جدا من فکر کنم ما تو خونه مثلا ما تو ایران میفروختیم، ما تو ایران میفروختیم خامسامونو. من یادمه مثلا مغازه‌شو میفروختم بقالیا، ولی تو ایران جدا چیز بود که تو خونه شدم هیچ خامسی نداشتیم، میریختیم دور. نه اصلا خامس خیلی اصلا نداشتیم، بدیم به کارگر. تو آمریکا ایتس ایمپاسیبل، ولی تو ایران هم خامس میفروختیم. یس کشمش هست که ترینگل کی پی ام داره، اون کاشر برات بسخت. ببین ترینگل کی چیزه ممکنه اینم حسابی، ولی کی که پیشش میذارن اون if it's not reliable پیش هم not reliable نیست. و اینا رو دم بگیره قبل از موعد بشوره. ایت گود اینا همین قبل از موعد آدم کشمش بگیره خرما اینجور چیز، مثل تو ایران نمیدونم چه میرم گردو این اون، قبل از ما دادم اینا رو بگیره بشورتش. ایتس اون پرابلم. در مورد وشتبل یس برای سفارادی ها ایتس اوکی فروزنش یا نه؟ ببین نه اصولا میدونیم اشکنازی اصلا نمیخورن، ولی سفارادی برای ما ایتس اوکی، ولی شود بی او بعد او یو پی باشه. اگه پروسس شده بعد او یو پی باشه. فروزن چیه؟ نخود سبزی پروسس نشده فروزنش او یو پی باید داشته باشه. I think so. چون اینا خیلی همون پلانت که اینا رو پروسس میکنه، پس ها هم پروسس میکنه. ببخشید روغن هسته انگور اونم جزء چیز هست یا نه؟ روغن هسته انگور باید که برای سفارادی هست. اوکی اوکی یس یس یا ببخشید شما باید اخشا داشته باشه، باید اویو نزدیک پسخ باشه، باید اویو داشته باشه. یس اولا خامس رو ما میگیریم میفروشیم، اگه بفروشیم ما که بعد از پسخ نمیتونیم استفاده کنیم چون فروخته شده، خامس رو ما قرض میدیم. نه بعد از پسخ ازش بازخرید میشه، پس دوباره میخریم. یس بعد یه چیزی که شما در مورد هفرهام که میگین، اولا خدا نیاز به تعریف نیست، خدا نیاز به معروف شدن نیست، خدا نیاز نداره. و این اول ابراهام خدا بود که ابراهامو نجات داد، یعنی اگر خدا ابراهامو نجات نده بود از خیل ابراهامی وجود نداشت. و خدا رو نیاز به نیست که برن همه جا جار بزنن تعریفش کنن، خدا رو بعد در قلبش کنن، خدا رو بعد خودش. نه خداوند از ما انتظار داره. خب درسته، ولی شما خب. یه جوری میگید ابراهام بودی که خدا رو معروف کرده. بله. نه معروفی نیست. چرا؟ خدا وجود داشت. مردم نمیشناختن. خداوند تو نبی میگه اتم ادای، خداوند میگه شما اسرائیل شاهدای من هستید. شما بودی، من برای شما اینقدر معجزه کردم، من هر سینه به شما چیز کردم. برید به همه جای منشور که خدای وجود داره، نذارید مردم بت پرست باشن. ما مسئولیت داریم، هشم از ما انتظار داره. خب پس چرا مندر میزنی سر خدا میگین که این ابراهام بودی که خدا چرا یه جوری نه ولی سر خدا مهمتر بوده. من میخوام از اسرائیل دفاع بکنم، سر هشم مندر نه ولی خدا بوده که ابراهام بوده. خدا بوده اسرائیل هزاران سال جود ندن رو سر هشم بیدوش هشم رو بگیم بیدوش هشم، یعنی این باید خدا رو بردارش. آه بریزیم رو چی؟ پلاته شبات.